مراسم احیای شب قدر در شب 23 ماه رمضان و قرائت دعای جوشن کبیر با حضور خیلی عظیم زائران در حرمهای مطهر ائمه اطهار در کربلا، نجف، کاظمین و سامر را برگزار شد. با هم گزارش همکارم در این زمینه را ببینیم. همزمان با شب 23 ماه رمضان، جمعی از محبان اهل بیت علیهم السلام با حضور در حرم‌های مطهر ائمه اطهار در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا ضمن گرامی داشت شهادت امیرالمؤمنین و برگزاری عزای آن حضرت مراسم احیای این شب را برپا داشتند. در این شب پرفضیلت حرم امام حسین علیه السلام از لحظه اذان مغرب پذیرای جمعی از زائران بود و پس از افطار و اقامه نماز شب 3 قدر با زیارت امام حسین و دعای دست جمعی و قرائت دعای جوشن کبیر ادامه یافت. همچنین در بین الحرمین و کنار حرم حضرت عباس نیز جمعی از زائران دعای جوشن کبیر را قرائت کرده و برای برآورده شدن حاجات دست به دعا شدند. گفتنی است یکی از هیئت‌های کربلا به نام هیئت الفرج طی مراسم ویژه‌ای در شب 23 ماه رمضان با پرچم‌های سبز رنگی مزین به نام حضرت مهدی و اللهم عجل ولیک الفرج به حرم امام حسین تشرف می‌یابند. در نجف اشرف نیز مراسم احیای شب قدر برگزار شد و در ایوان نجف زائران به قرائت دعای جوشن کبیر پرداخته و پس از آن قرآنها را بر سر گرفته و هنگام ذکر به علیین رو به سوی ذریح امیرالمؤمنین اشک ماتم ریختند. در لحظه اذان صبح 23 ماه رمضان، هیئت‌های عزاداری با در دست داشتن پرچم‌های سبز و مشکی به سوی حرم مطهر امیرالمؤمنین حرکت کردند. در کاظمین نیز زائرانی که به حرم مطهر امام کاظم و امام جواد مشرف شده بودند، به عزاداری و قرائت دعای جوشن کبیر پرداختند. با آغاز مراسم احیای شب 23 ماه رمضان در حرم امام کاظم و امام جواد هر لحظه بر تعداد زائران افزوده می شد تا جایی که دیگر حتی جایی برای نشستن هم نبود و همه صحن‌های حرم مطهر مملو از جمعیت شده بود. مردم کاظمین و شهرهای اطراف به ویژه بغداد با همراه داشتن قرآن‌هایی در ورودی‌های حرم مطهر و حتی بیرون از حرم نشسته بودند و آخرین شب از لیالی قدر را تا حوالی سحر احیا گرفتند. جمعی از عاشقان اهل بیت علیهم السلام در سامرا نیز حضور یافته و در جوار حرم امامین عسکریین و خانه امام زمان آخرین شب از لیالی قدر را احیا گرفتند.